هی گایز، چطورید؟ به جلسه 41مین خوش اومدید. امیدوارم که از این جلسه لذت ببرید و الان دوره های کافی رو کرده باشید. We have had 40 sessions, right? 40, 14 شد 14 دیگه. 40, ببین؟ 40. 40 تا اپیزود، 40 تا لایو، 40 تا ویدیو، 40 تا سشن، 40 تا قسمت. Whatever you want. هرچی شما میخواید. Whatever you want to call it. Okay, I'm good. So, we have had 40 videos so far. And as your English coach, as your teacher, I feel so good about it. I'm really happy about it. And I want you to be perfect. Honestly, God knows. یعنی فقط خدا میدونه. God knows. I really want you to speak English. یادت این گرامر رو با هم داشتیم؟ نکنه که وقفه افتاده، مهلت دوره دادیم بچه ها به همون برسن، یادت رفته باشه. ازت میخوام که یه کاری انجام بدی، یه جوری باشی. I want you to be یه جوری. To do یه کاری. ازتون میخوام خوشحال باشید. I want you to be happy. بله، سریع میگن به سریع تدریس کردن عادت کنیم، چون که ما میشنویم I am going to، ولی در اصل تو کشورهای واقعی، تو زبان، تو محیطهای واقعی میگه امانه. پس سریع تدریس کردن کلید سریع فهمیدنه. نبینم بگی کسی سریع تدریس میکنه خوشم نمیاد، دوبار ویدیو رو نگاه کن. صحیح اینه. اوکی، حالا خودتو آداپته کن، سعی کن که چند بار ویدیو رو نگاه کنی، بریسینگت هم تاثیر میذاره. خلاصه که I want you to be happy. I want you to speak English. I really, you know, deeply. واقعا دارم میگم. And I'm here to teach more. I'm here and I'm so honored. Yes, خدا رو شکر میکنم. I am thankful and God knows how happy I am today. Okay, let's start. First of all, you know, hi guys, missed you so much. واقعا خیلی دارم تنگ شده بود واسهتون. Missed you so much, and I'm here to teach you more and more, because I just want it, you know, and I want you to know that. We should stick together, you know, and, you know, mark my words, I'll do it. Today, I want to talk about one important structure. یادتون میاد دیگه. یک structure, یک گرامر خیلی مهم. One important structure. یک گرامر خیلی مهم که استفاده میشه. قبل اینکه گرامر اصلی این جلسه رو بگم، میخوام اینو بدونید که یه بار سه تا این زمان رو میخوام دوره کنم واسهتون. بچه‌ها نگاه کنید. من دارم با هاو میگم، چون که میخوام دقیقا رو هاو بچرخونم حول محور این ویدیو رو. من دارم آی هاو. اون خانومه داره شی هاز. کاملا مشخصه، درسته؟ و من داشتم میره گذشته. I had مشخصه. اوکی، تو درسای قبلی داشتیم. من خواهم داشت. خب آقا، آینده یادم بیاد که will دیگه. خب will بچه یه معنی دیگه will هم وصیت‌نامه میشه. ممکنه که فقط ویل رو به معنای آینده نشنوید، بخاطر قاطی نکنید. اوکی، مثلا من چرا دور بریم، با چیز آسون مثال میزنم، چون که فعلا بحث این که بخوام مقاله هایی که میخونم، کتاب هایی که میخونم، سایت های انگلیسی که میرم و بیارم بالا سخته. ایشالا جلسات آتی با همون آهنگ که فعلا آسون و شیرینه میریم جلو. تو آهنگ انتی هیرو که یک بیلبورد میگه که کنن چیزهای برعکس این که به ذهن آدم میرسه رو میگه، چیزهایی که از ذهن دوره. مثلا میگه من یه خواب دیده بودم که عروسم، طرف هنوز ازدواج نکرده، عروسم به خاطر پولم منو میکشه، فکر میکنه تو اون وصیت‌نامه واسه شون گذاشتم.
خب میگه I had this dream، داشتم، I had this dream یعنی خوابشو دیدم، رویاشو داشتم. I had this dream that my daughter-in-law، عروسم، kills me for the money، یا killed me for the money، که she thought، اون فکر کرد I left them in the will. یعنی چی؟ یعنی اون فکر میکرد که من لفت کردم واسه شون، گذاشتم، اوکی، پولو گذاشتم واسه شون کجا؟ توی وصیت نامه. حالا Why is this not working? Anyways, I'm so sorry. این از ویل. حالا نشونه آیندمون هم ویل بود دیگه. من خواهم رفت. درسته تو فارسی نمیگیم، ولی تو انگلیسی کاملا باید بیاد. انگلیسی ساختار محوره. I will have، خواهم داشت. سختش کنم. یه دور دوره کنیم. I had، I have، she has، I will have. غیر اینه آسونم هست. با یه فعل دیگه هم مثال میزنم من که میخوام جا بیفته، چون چیزی که میخوام بگم بر اساس اینه. مثلا با do انجام میدم، I do. تکلیف هم انجام میدم، I do my homework. she باشه، she does. الانه I did. بهترینم رو گذاشتم، I did my best. تکلیفم رو انجام دادم، I did my homework. Did انجام خواهم داد، I will do. یعنی در واقع تغییر خاصی نمی کنه، فعل مهم نیست. این ستا رو تسلط بگیرید. حالا اگه بخوام تو ING بیارمش چی میشه؟ بلدی دیگه. تو جلسات قبلی بعد چی؟ توربوتاکو نمیخونی؟ توربوتاک و اکسپرس نمیخونی؟ انتظار داری اینا رو کامل تفکیک کنی؟ بچه ها، نه هزینه زیاد ازتون میگیره، نه وقت زیاد. اگر کنار این لایو اونا رو بخونید خیلی بیشتر پیشرفت میکنید. یا اصلا گاهن دیگه شاید منتظر این لایو نباشید. من بچه اکسپرس مخصوصا میگم که اصلا نمیخواد لایو رو نگاه کنید یا این ویدیو یوتیوب رو نگاه کنید. اونا فوق‌العاده پیگیریشون هستش. حالا اگه دوستش در خدمتتون هستیم، ولی اونجا کامل اینا رو توضیح دادم، همون تخمه کفتر. اما نگاه کن، میشه I am doing، در حال انجام دادنم. شاید باورتون نشه ولی با هوم میاد، I'm having. چرا نیاد؟ در حال داشتنم. کجاها میاد؟ مثلا ازت میپرسه چطوری، how are you، تو میگی والا روز خیلی بدی، در حال گذروندن روز بدی هستم. I'm having a bad day میاد. I am having a bad day. برای آیندم I will have. یه کوچولو لول اپ کنیم. هنوز گرامر رو نگفتم، اما گوش کن. لول اپش میخوام واسه چی کنم؟ این زمان بازه چی بود؟ نگو که یادت رفته. ناراحت میشم. I've been doing something. یه مدتی دارم انجام میدم. مثلا یه ماه دارم تدریس میکنم. بازه زمانی داری اینه ها. I have been نیست بچه. been تلفظ ما آمریکایی، تلفظمون آمریکایی. I've been working. I've been teaching. شما الان مثلا دو ماه با ما دارید زبان میخونید. You've been studying, right? بازم نکته ستاره دار میگم. میخوام این تابو رو بشکنم. میخوام یه ذره ساختار شکنی کنم. خیلی ها میگن با want ing نمیاد. با have ing نمیاد. خیلی ها میگن دوتا منفی توی جمله نمیاد. همه اینا میاد. هیچ سوالای غلط پلتی، غلط پلوتی عذرخواهی میکنم توی طول روز میپرسن از هم که جا افتاده، مثل فارسی ماه. دوباره دارم میگم غلط معنا نداره. چیه اون سوالها؟ اول اینو بگم، I've been having a bad day مثال. یا میخوندم میگفت یه مدتی میخوام عاشقشم. مثلا I've been wanting you. به خدا که میاد، نگران این چارچوب ذهنیه نباشید، توربو باشید، بشکنید. چرا نمیاد؟ چرا بقیه میگن شما باور میکنید؟ بگو، استفاده کن. این از این. یه دوره میکنم همین زمانایی گفتم و میریم سراغ
میدونم بچه ها خیلی اعتراض میکنه که هم به شال هم دست میزنم با موهام زیاد در میرم، ولی اینکه دیگه چون هم لایوه ویدیو دارم میگم، نمیخوام کات بدم و اینا، همین که دوست دارم که همه چی رو بگم و اون لحظه که تمرکز میکنم چیزی که میگم واسم مهمه. اوکی این شال و فضا اینا شاید اونقدر مد نظرم نباشه، چیزی که میگم مهمه. چی میشه اینجوری؟ آفرین، چیزی که خوندیم دیگه، What I say is important. یا اینم خوندیم، What I say matters. Matter matters. خلاص، شانس به انگلیسی چی میشه؟ تا حالا بهش فکر کردی؟ لوک خوش شانس بود. ببین آدم خوش شانس میشه lucky. من خوش شانسم، I am lucky. این طرف خیلی خوش شانسه، She's so lucky. تو پرانتز اینم بهتون بگم، یک آدم تو فارسی چی میگیم؟ خیلی خوش شانس. خیلی خوش شانس یعنی مثلا همیشه شانس میاره. عذرخواهی میکنم ولی فکر میکنم بهش میگن دانکی شانس یا همچین چیزی. اونو میگن bastard. معنی تقریبا خوبی نداره ولی استفاده میشه. کلان in English nothing sounds rude. هیچی بد به نظر نمیرسه. میگن he's a lucky bastard. یعنی این طرف ته شانسه. Okay, a lucky bastard. Bastard. You bastard. یعنی نامرد خوش شانس. اینا به کنار، بریم سراغ گرامری که میخوام بگم. شانس به انگلیسی بچه ها شانس، فرصت. بیام با شانس بمونیم. میشه شانس، میشه شانس، چانس. شانس میشه چانس. حواست هست؟ چانس. من شانسشو دارم، فرصتشو دارم. I have the chance. که درس بدم. این که مگه نمیشد تو جمله سطح بالا ساختیم. I have the chance to teach. آخر هفته ها فرصتشو دارم بیشتر بخوابم. بچه بیشتر خوابیدن اسلیپ این میشه. خب مثلا همیشه 9 میرم سر کار، این دفعه 10 رفتم، بیشتر تصمیم گرفتم بخوابم. On the weekends I have the chance to sleep in. I have the chance to do it, right? I have the chance to study Spanish. من فرصت اینو دارم که اسپانیایی بخونم. I have the chance to work. فرصت شو دارم که کاری که دوست دارم، عاشقشم رو انجام بدم. ببین میدونم شاید تو فارسی بگی خود این کجا استفاده، تو انگلیسی حفظش کن، جا بده تو صحبت های انگلیسی. اینجوری آدم لول آپ میشه، لولش میره بالا. وگرنه بخوای همیشه اینجا بمونی، اوکی منظور تو برسون، ولی ما 40 جلسه خوندیم و از منظور رسوندن خیلی وقت جلوییم. منظور تو کامل میتونی برسونی. الان دیگه وقتشه اکسپرسی بشی، در کنارش این لایو هم دوست داشتی نگاه کنی، توربو تاکی بشی دوست داشتی نگاه کنی، اونا کامله. ولی اینا دیگه تو میتونی گیریمه تو عذاب بکشی بیرون. داریم بهتر تر میکنیم. اگر که بچه ها دوباره از خوندن ها عقب نمونن و برنامه ما رو به هم نریزن، ببینیم که چی میشه. عیدم که حالا نزدیکه، یه جلسه هم به عید حتما اختصاص میدیم. آقا فرصتشو دارم، I have the chance to. مامانم فرصتشو دارن که مثلا با هم صحبت کنن. She has the chance to talk to me. Right? فرصتشو داشتم. I had the chance to. والا دیروز فرصتش شد باهاش صحبت کنم. I had the chance to talk to him. والا فرصتش پیش نیومد دیروز، نتونستم، فرصتشو نداشتم بشینم مثلا باهاش صحبت کنم. من چقدر تو صحبت‌های فارسی استفاده میشه. I didn't have the chance. I didn't have the chance to talk to him. I'm sorry. فرصتشو خواهم داشت. چی میشه؟ یه رو به توضیح دادم. I will have the chance to talk to him. سال آتی فرصتشو پیدا خواهم کرد که رو خودم بیشتر تمرکز کنم. نمیشنوم بلند بگی. با صدای بلند مثال بزن. بذار بشنوه گوشای خودت صدا تو.
next year، بچه next year رو خیلی خیلی ها میگن next year، next year. نیازیست کورس واسه لحجه مثلا فکر کنید که حتما باید بردارید، همین رو ریز ریز یاد بگیرید کافیه. اینا رو میگن باز نکاتی که توی اکسپرس هستش. Next year I will have the chance to focus on myself, on me. جفتش درسته. خب فرصتشو پیدا نخواهم کرد. آقا خونده بودیم لایو چند بود؟ ویدیو اکسپرس چند بود؟ I won't دیگه ناراحتی سختته will not هم بگو اب نداره. اوکی خودم با توربو هیچ اشکالی عیب نداره، چون که توی انگلیسی اشکال معنا نداره. خب اینو یاد باشه همیشه، اشکال معنا نداره. واسه تون مثال هم زدم، جای won't بگو will not، نمیرسه منظورت. اتفاقا حتما باید رجبه ببین تلفظ صحیح با لهجه فرق داره، حتما اینو یادم بندازید واسه تون صحبت کنم که اصلا اشکال نداره ما لهجه ایرانی داشته باشیم. من به عنوان معلم اوکی وظیفه‌مو دارم انجام میدم که آپدیت هم تو لهجه، دوست دارم این خودشون صحبت کنم، دوستان خارجی دارم، اصلا نمیتونم دیگه، ولی اصلا اشکال نداره ما لهجه ایرانی داشته باشیم. اتفاقا آیدنتیتی مونه، آیدنتیفای میشیم باهاش، ما ایرونیم. چرا باید انگلیسی بریتانیایی بتونیم، یعنی باید خودمونو فورس کنیم؟ نگران نباش، فقط منظورتو برسون. به جاش من حتما واسه این یه خطبه عمیق باید بخونم. I have the chance. I had the chance. I will have the chance. والا تو زندگی فرصتشو داشته ام، اوکی؟ که خوش بگذرونم. I have had the chance to have fun. اوکی؟ به همین آسونی شما هر مثالی میتونید با این چهار تا گرامر بزنید، فقط لغت چانس یادتون نره. شروع کنید با خودتون صحبت کردن که آقا من میخوام چی کار کنم، میخوام اینو با خودم دوره کنم. شروع میکنم آقا من روزای مثلا شنبه و فرصت این کارو دارم، یک شنبه و فرصت این کارو دارم. I have the chance to study. I don't have the chance to eat much. She has the chance to work out. I had the chance to sleep in. I won't have the chance to talk to him. Easy peasy. See ya.